الحمد لله و سلام رسول الله و علی و اجمعین برادران به خواهران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بازم خوش آمدید در این برنامه بحث امروزی ما در مورد شش چیزی که در بین زن و شوهر محبت ایجاد می کند یا رابطه زن و شوهری را مستحکمتر و استوارتر نگاه می کند می خدمت عزیزان بیان بکنیم بسیار از فامیل ها یا بسیار از دوستان شکایت ازی دارن که روابطی بین زن و شوهری روابط دوستانه نیست یا به اساس مهر و محبت نیست یا جنجال های فامیلی و خانوادگی بی زیاد هست از اونجایی که حتی بسیار منجربی شده که از هم جدا بشن و به اصطلاح طلاق بگیرن از هم دیگر امروز میخوایم خدمت عزیزان این نکات را اشاره بکنم اولین چیزی که اساس مستحکم شدن و اساس به اصطلاح بهتر شدن رابطه بین زن و شوهر می شود احترام متقابل هست که هم از لحاظ دین مهم است هم از لحاظ عرفی هم از لحاظ تجربه ثابت شده است که این قضیه خیلی مهم است بنان بسیار از ما فکر میکنن که زن یک کنیز است از بازار خریدن آوردن به خانه یا یک مزدور کار است که آوردن به خانه خلاص بالاش پول دادن حالا دیگه هر قسمی که میخوان برش توهین بکنن تحقیر بکنن هر قسمی میخوان امرش رفتار بکنن یعنی هیچ دیگه برشان مهم نیست که هم انسان است مثل خودتان در حالی که دین ما به ما میگه قرآن ما به ما میگه که زن هم مثل مرد است و لهن مثل الذی علیهین، اونها هم مثل شما هستن یا پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و در حدیث میگه ان شقایق و رجال زن از وجود مرد است خود مرد است قرآن میگه از من انفسکم از نفس خودتان است از جنس خودتان است بنان اولین چیزی که رابطه را مستحکم تر میکنه مهر و محبت ایجاد میکنه بین زن و شوهر حرمت به احترام متقابل هست نمیشه که به اصطلاح شوهر هر قسمی میخواد توهین بکنه لا بکنه تحقیرش بکنه دشنامش بده باز توقع داشته باشه که خانم ازش به اصطلاح هم اطاعت بکنه هم برش حرمت بگذاره در حالی که ما یک قاعده داریم من احترام یو احترام کسی که احترام بکنه احترام میشود شما اگر به همسرتون حرمت قائل بشوید احترام قائل بشوید فردا فرزندانتان هم برای شما احترام میگذارن و ناخداگاه همسرتان هم برای شما حرمت قائل میشود اما اگر خودت بی حرمتی کردی توهینش کردی تحقیرش کردی باز فردا او هم عکس عمل نشان میده به شما بنان اولین کاری که می به خاطر مستحکم شدن روابط زن و انجام بدهید احترام و متقابل است دومش مشوره گرفتن از همسر است یک چیزی که هم در دین ما پسندیده است تعجب میکنم من به حال کسانی که میگه مگر زنم میشه که آدم مشوره بگیری یا نظر بخوای پیامبر عزیز ما صلی الله علیه با وجودی که از فوق آسمان ها از جانب الله سبحانه و تعالی برایش وحی می پیامبر صلی الله علیه وسلم مستقیما الله برش دستور میده ولی بازم پیامبر از همسرش مشورت میگیره از همسرانش نظر میخواه و شما میدانید در قضیه صلح حدیبیه در یک حالتی در یک تنگنای پیامبر قرار میگیره صلی الله علیه وسلم که نی فکر کنی کل غم دنیا بالای پیامبر آمده یعنی در یک وضعیتی همسرش برش مشورت میده با مشوره همسرش از نمی مشکلات نجات پیدا میکنه یعنی در جریان صلح حدیبیه بنان از همسرتان مشوره گرفتن یعنی حقیقتا شما بو ارزش قائل شدید اون رو یک انسان فهمیده با دانش آگاه او رو برو شخصیت قائل شدید ازش نظر بخواید در کارها البته کارهای بخصوص که مربوط به تربیت فرزند میشه مربوط به اصطلاح نامگذاری فرزند میشه مربوط به تولد فرزند میشه مربوط به اصطلاح درس و تحصیلی فرزند میشه مربوط به خانواده میشه مربوط به زندگی مشترک میشه این لازم و ضروری است که شما از همسرتان مشورت بخواید و این مشورت خواستن از همسرتان سبب میشه که تا مهر و محبت شما و رابطه شما بیشتر مستحکم بشه این دومین دو کار سومین چیزی که سبب ایجاد مستحکم شدن رابطه بین زن و شوهر به محبت میشه میدانید چی هست که این هم از جمله قضایای مهم است همکاری کردن با همسرتان است وقتی میبینید مریض است در بستر افتاده است مصروف اولاد است میدانید به اصطلاح میمانداری است در خانه با مشکلات قرار داره با همسرتان همکار باشید ولی متاسفانه متاسفانه از من گرفته تا اکثریت ما وقتی این حرفا رو مطرح میکنیم عمل نمیکنیم کاش ما عمل میکردیم به جای حرف خوب گفتن ولی حرف خوب در روی هر دیوارم نوشته است ولی مهمی است که عمل بکنیم و تطبیق بکنیم در زندگی هر کدام ما و شما پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و با همسرانش رفیق است دوست است مهربان است همکار است خود پیغمبر کالایش شستن شسته به اصطلاح دختن دخته خانه تمیز کرده به اصطلاح غذا تهیه کرده با همسرانش همکار بوده این به این معنا نیست که همسران پیغمبر تنبل بودن علیه از بالله به اصطلاح کار خانه را انجام بدن یا غفلت میکردن نه بلکه چون معلم ما بوده معلم بشریت بوده به خاطر تعلیم به ما نشان داده که ما هم باید آن گونه تعامل بکنیم و برخورد بکنیم که خود پیغمبر با همسرانش برخورد کرده بنان همکاری با همسر سبب میشه تا به اصطلاح رابطه شما بهتر بشه و بشه مهر و محبت ایجاد بشه و چهارم هدیه دادن با همسر است چیزی که در زندگی ما نیست متاسفانه امروز ما حاضریم با دوستان ما رفقای ما هزارها نفر دیگه هدیه بدیم اونم هدیه های گرانبها های بسیار خوب فوق ولی آیا شده تا حال خودت پرسان بکنیم از خود سوال بکنی بازار رفتی همه خرید کردی ده هزار بیست هزار خرید کردی هزار دلار دو هزار دلار خرید کردی شده حتی اقل یک تحفه کوچک که با همسرتم هم خرید بکنی بیاری دستش بدی که همسر عزیزم اینم هم هدیه برای خودت است شده این کار حضرت عمر رضی الله تعالی میفرمایند در بین مجموعه ای از انسان ها سه چیز میگه رابطه اونها را تنظیم میکنه یکی سلام دادن است دیگری با نام